ادامه نشست طالبان و آمریکا در قطر با آغاز سومین روز مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه قطر، سهیل شاهین یکی از سخنگویان طالبان که در گفتگو میان این گروه و آمریکا حضور داشته است، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نمایندگان آمریکا و طالبان به یک توافق برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک شدند. این سخنگوی طالبان همچنان به بی بی سی گفته که این گروه حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسد و اگر گفتگو بر سر موضوعات خارجی ها به نتیجه برسد، با مردم افغانستان درباره صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان وحید الله غازی خیل، آگاه مسائل سیاسی، و رامش نوری، استاد دانشگاه، اینجا با من حضور دارن. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای نوری، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. چگونه شما بررسی میکنین نشست هایی را که میان طالبا و آمریکا جریان داره، مخصوصا در سه روز گذشته؟ به نام خداوند، با عرض سلام به شما مهمان گرامی، همکاران تکنیک و بیننده های نهایت گرامی تلویزیونتان، من میخوام پیش از اینکه پاسخ شما رو بتم یک مقدمه بتم. ما در عرصه صلح سه روی کرد داریم در سطح جهان. روی کرد اولی روی کرد صلح‌گرایی دموکراتیک است. بر مبنای این روی کرد هر صلح باید مبتنی بر گرایش های مردم سالارا نباشد. ماهیت این صلح در وجود دولت مردم سالار یا دموکراتیک نهفته است. چیزی که طالبهایی را در گفته های قبلیشان نپذیرفته بودند. مثلا طالبها تاکید داشتند که دولت فعلی نامشروع است، دولت فعلی نمیدانم آمریکایی هست و باید به جای مکانیزم مردم سالارانه بودن دولت، باید مکانیزم امارتی ساخته شود. روی کرد دومی روی کرد خوشبینانه نسبت به صلح است. این روی کرد به این معناست که جامعه یک مدت جنگ سپری کرده و برای این که به صلح باید برسد قربانی بده. مثل که حال مردم افغانستان میخواد. حال مردم افغانستان واقعا 18 سال جنگ خستهشان ساخته، حاضر هستن هر قربانی به صلح ارائه کنن و پای امیمی ناخون افگار مردم افغانستان و جامعه افغانستان طالبا پیدا کردن. روی کرد سومی روی کرد بدبینانه نسبت به صلح هست. در این روی کرد بحثی است که تداوم جنگ صورت بگیرد تا ما با گروهی که صلح میکنیم فاتح جنگ نباشد. متاسفانه طالبا در قالب فاتح جنگ عمل میکنند. مورد بعدی که برمیگردیم به سوال شما، کشورهای جان سوم و توسعه نیافتی مثل افغانستان با تاسف که نه صلحشان از خودشان است و نه هم جنگشان از خودشان است. هم جنگشان تعمیلی است و هم صلحشان تعمیلی است. چیزی که ما امروز میبینیم، گروهی که وارد جنگ هست با حکومت افغانستان هست، با مردم افغانستان اگر قرار از جنگ ها جنگ میکنن، خب ما فکر میکنیم منطق نداره. اینا با این حرفشان نشان میتن که یک گروه بیگانه، اجیر و از بیرون دیسان شده در درون افغانستان است که با مردم افغانستان دارن جنگ میکنن. برای هر صلح در کل دنیا وقت تاریخ ورق بزنیم، برای ما حداقل یک روی کرده میکشه. یا صلح با حکومت ها صورت میگیره توسط شخص سوم میانجی که بی‌طرف است، یا صلح با جامعه جهانی صورت میگیره، جامعه جهانی پای خود وارد قضیه میسازد، گپ به سازمان ملل متحد میرسد و بالاخره یک جلسه کلی صورت میگیره، مثل که پیش از آمدن حکومت آقای کرزی و آمدن جامعه جهانی به بهانه مبارزه با تروریسم در اینجا چنین یک رویکرد شکل یافت. خب حال گفتگوی که جریان داره میره بالای مردم افغانستان و بالای حکومت تحمیل شده میدانین شما؟ من باور دارم که گفتگوهای صلح دو مبتنی بر دو ترفند است. ترفند اولی است که قدرت‌های حامی طالب‌ها که در کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی قرار دارن، پای آمریکا را در قضیه افغانستان درگیر ساختن و آمریکا هزینه‌های بیشتر در قضیه افغانستان میتوان ممکن است روز به شکست نظامیش در افغانستان بیانجامد، که چنین یک چیز آمریکایی‌ها نمیخوان صورت بگیرن، میخوان هم منافع اقتصادیشان به عنوان خط قرمزشان قرار بده. گپ دومی در صلح افغانستان نیست که متاسفانه قربانی این صلح که
حامی بزرگ از این کشورهای منطقه و البته حامی منافع خودشان به بهانه صلح هستند مردم افغانستان است و اگر قرار است صلح میتواند میکانیزم داشته باشد باید در اونجا هم جامعه جهانی حضور داشته باشد هم حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان نقش داشته باشد. بله درست است، من به موارد دیگه با شما برمیگردیم. تاسو نظر چه ده غازی خیل صاحب فکر کوئ چې د خبرې اترې چې نن دریم ورځ ده او د طالبانو د امریکایانو ترمنځ روان دي دا به د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کیدی او یوه د حل لار به ورته پیدا کړي؟ تر اوسه پورې چې خبرې روانې دي ډېرې ښې روانې دي. نن چې د طالبانو ویان ښاغلي سهیل شاهین هم کومه مرکه وکړله، هغه وویل چې د خارجي وتلو باندې دوی کار کوي. زما معلومات دا دي چې ملګرو ملتونه او د ناروې هیواد ځینې استازي هلته حضور لري او هغوی په دې باندې کار کوي چې د طرحه جوړه کړي د تضمین. ځینې هیوادونه به بیا په آخر کې راځي تضمین به کوي او دواړه لوري به تقریبا په دې باندې راځي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه وځي او افغانستان به نور امریکا، اروپا او منطقې ته تهدید نه وي. په همدې دوه شیانو باندې دوی تر اوسه خبرې کوي او ډېر زیات نږدې شوي دي په دې باندې. یعنې زه ډېر خوشبین یم او خوشحاله یم دې ته چې دا خبرې ډېرې ښې روانې دي. یعنې امریکایان به ووځي دا توافق تاسو یې منی چې کېږي؟ بدون له شکه د امریکا په تاریخ کې دا ډېر اوږد جنګ و، ډېر زیانمنونکی جنګ و. دوی ته دوی نور له افغانستان څخه نظامي حضور کموي. خدای دې وکړي چې اقتصادي حضور ته ادامه ورکړي، اقتصادي مرستو ته او نظامي هغه ته د پای ټکی کېږي. بلکې ښاغلي خلیلزاد مخکې د دې نه چې کابل ته راسي مشخصاً وویل په اروپا ته چې کله په سفر تلی والته یې ویلی چې دوی دا خبرې اترې د دې دپاره طالبانو سره نه کوي چې د امریکا ځواکونه د افغانستان نه وځي. خب بدون شک د طالبانو یو شرط هم دا دی چې خارجي ځواکونه به افغانستان نه وځي. خو د امریکا ځینې شرطونه هم دي. فرضاً هغوی شرط اول دا دی چې ښه دا ځواکونه به وځي، تاسو اوربند کوي او تاسو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو نن د طالبانو ویان له بی بی سي سره چې ویلي چې د حکومت د قضیې یو اړخ دی، موږ اول په خارجي اړخ باندې خبرې کوو وروسته په داخلي اړخ باندې. دایم ویلي چې د افغانستان حکومت سره نه کښېني خبرو اترو ته؟ دا خو لویې خبرې به کوي، بیا خو په آخري تحلیل کې د قضیې یو طرف چې دی افغان حکومت دی، یو طالب دی، یو امریکا دی. افغانستان خلکو سره کینو تر څو حکومت خو دا حکومت حکومت ته چانه جوړ دی. حکومت خو انتخابي دی، هغه د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. تبن دوی سره بکینی که دوی سره کینی خو بیا بندیان خلاصیږي نه اوربند کیږي او نه دا مسلې حل کیږي. نو تبن دوی سره بکینی ولی اوس خو اندېښنه دا ده چې دلته ځینې دا د هند او پاکستان هغه څه شوی دی، دا ممکن تاثیرات منفي ولري په باندې سولې په دغه خبرو باندې. خدای دې وکړي چې دغه جنگ د پاکستان او هندوستان ادامه پیدا نه کړي او که چیرته ادامه پیدا کړي افغان سولې باندې به منفي تاثیرات کوي. تاثیر لرلای سي طالبان ویل سي تاثیر نه کوي، موږ د خپل خبرو اترو ته دوام ورکو. خو دلته په هندوستان درې هدف د دین لري. یو خو ښاغلی مودي به په اپریل کې انتخابات دي، د غیل لپاره سیاسي ګټه اخلي. بل مسله دا ده چې دته د افغانستان په قضیه کې ډیر دغه نه دی ورکل شوی، رول نه دی ورکل شوی، دوی به رول غواړي. او دریم دی چې دی غواړي چې په دې کې مهم رول لوبوي. د سولې خبرو اترو ته څه زیان رسوي مشخصه؟ د سولې خبرو اترو ته خو به دا ځان زیان رسوي چې کله دلته تاسو پوهیږئ د پاکستان د رول پرته په افغانستان کې سوله ثبات امکان نه لري، د امریکا د رول نه پرته، د روسیې د رول نه پرته. نو طبعا چې داسې کارونه کېږي هغه د سولې پروسه ممکن خراب کړي. آقای نوری، خب بحث گرفتن تضمین از طالبان هم مطرح است. آمریکایی ها از گروه طالبان میخواه وقتی اگر اونها نیروهایشان از افغانستان بیرون بکنه باید طالبان تضمین بده که از خاک افغانستان علیه کشور بیرونی استفاده نمیشه. کی تضمین بده؟ کدام کشورها باور شما است که اونها به نمایندگی از طالبان به آمریکایی ها تضمین خواهد داد؟ ببینین، امی شروع آغاز صلح که از آدرس آمریکا و طالب ها صورت گرفته یک شروع نااماهنگ و مبتنی بر عدم منافع ملی مردم افغانستان است. هر صلحی که منطق عملی و روی کرده نهادی نشده داشته باشد باید از مجرای مجمعی بیطرف که سازمان ملل متحد است و حداقل یا یک طرفی که درگیر جنگ نیست، مثل معمولا سوئیس به عنوان کشور میانجیگر میان این گپ هاست، باید از این آدرس ها صورت میگرفت و هر دوی هم حکومت افغانستان و هم طرف طالب ها و هم طرف امریکایی ها وارد قضیه میشد. حالا گویا جنگ افغانستان، جنگ امریکا و طالب ها میخواهند نمایان بکنند که این بیشتر از سوی کشورهای همسایه ما چنین رقم زده میشود، در حالی که جنگ طالب ها و جنگ مرد اینجا جنگ حکومت افغانستان یا مردم افغانستان با یک نوری که از بیرون پرتاب شدن و دارن تصمیم میگیرن در قضای مردم افغانستان اتفاق میفته. باور من این است که اگر قرار شود ما با صلح عادلانه برسیم باید
حداقل با طالب گفتگو شود که طالب فاتح جنگ نباشد. ولی متاسفانه امروزه این گفتگو با روی کرده غلطش و امتیاز طلبی هایی که صورت میگیره از مجراهای توزیع قدرت برشان داده می شود، بیشتر طالب به عنوان فاتح جنگ ساخته است. باورم این است که اگر قرار شود ما صلح بکنیم، بله، بریم به سوی یک جرگه واقعا مردمی، یک مجمع برگزاری صلح مردمی که در اوج هم نماینده طالب ها حضور تشکر. داشته باشد، هم نماینده حکومت اوج حضور داشته باشد و هم نماینده های مردم از تمام نقاط وجود داشته باشد تا ما با یک توافق برسیم. یا باید با طالب صلح شود یا اینکه طالب قناعت داده شود که حداقل صلح هم نکرد، شما یک قدرت مردمی را علیه طالب شکل بدین. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. دخبروان پات برخ غازی خیلی سه اگر سه طالبان راضی وای حداقل رسانه سره فکر نکوی چې دوی لا هم اراده نه لري سولته او د آتش بس په برخه کې د طالبان ویان مشخص نه ویل چې آتش بس باغ وخت راضی چې امریکایان د افغانستان نووزی اسلامی حکومت یعنی د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې او حاکم سي هغه حکومت کوم ټول خلک ځانونه ویني وروسته دغه نه به آتش بس کیږي. نه کچیرته دوی جنگ ته آمدگی لرلې په سرلنی عملیات به اعلان کړی وي، خود دین اخکاری چې دوی پسرلنی عملیات ندی اعلان کړی. خو دا وخت د لا پسرلای لري ده. نه خو مخکې نه مده. تاسو پورې تاسو او وینه یا وڅونه سره ده. خو دلته به سړی ولی په ځینو ولایتونو کې لا پسرلای شروع شوی دی، لکه په جنوب کې، اوس قندار کې، هلمند کې، ننګرهار کې، مشرقي کې، د ټولو کې پسرلای شروع شوی دی. نو دوی زه فکر کوم خبرې ډېرې ښې روانې دي او که تاسو وګورئ په دې وخت کې حکومت خپلې عملیې زیاتې کړي دي. زه فکر کوم طالبانو ملګرو ملتونو ته چاته شکایت هم کړی و. طالبانو هم عملي کوي که غلی غز خیل. مثلا دغه هفته کې شنبه یک شنبه په ورځ قندار که او ولسوالی ونی ولادی حکومت نه اخوته په شمالي ولایتو کې سرپل کې قندوز کې مزار کې تاسو وضعیت وګورئ کوم خواته روان ده. خو وګوره خبرې هم کیږي او جنگ هم کیږي. زمونږ خو دلته به حکومت پړ نه ده چې دلته د حکومت هم نه حکومت خو دلته خپل آمدگی ښودلې ده د سولې لپاره او زما باور دا دی که حکومت هغه ټیم کې تغییر راولي دوی به ورسره کینی، طالبان به ورسره کینی ځکه هغه حکومتي خلک وو او که حکومت داسې کار وکړي چې ملي کسان غیر حکومتي کسان هم په دغه ټیم کې شامل کړي باور مې دا دی چې طالبان به دوی سره په مارچ کې چې کومې خبرې په دوحه کې بیا کیږي هغه کې به ورسره کینی او دا ښه کار دی چې ورسره کینی. که کیننی بیا دا خبرې کومه نتیجه نه ورکوي ځکه حکومت دی او د قضیې یو طرف دی نو باید طالبان ورسره کینی او زه خو اوس دې خبرو ته ډېر خوشبینه یم دوی ډېر نږدې شوي دي. د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې بالاخره جنګ ته باید د پای ټکی کېښودل سي، حداقل اوس خبرې اترو په وخت کې باید یو آتش بس وسي که نه اوربند باید وسي. اوس دوی اوربند ته داسې بانک دي چې باید اسلامي حکومت حاکم سي دلته په هغه حکومت کې ټول خلک ځان وویني وروسته دغه نه اوربند کوي. ګوره اسلامي حکومت سره تاسو مخالفت مه کوئ، دا اوس اسلامي جمهوریت دی. هغه اسلامي حکومت چې طالبان غواړي هغه سره به خلک مخالفت کوي. ګوره هیڅوک بیرته امارات نه غواړي، نه طالبان امارات غواړي، نه د افغانستان طالبان خلک غواړي. طالبان وایي چې داسې حکومت غواړي چې د هغه حکومت نه لري، خلک امارات نه غواړي، نه طالبان غواړي او دا نظام به طالبانو ته نه تسلیمیږي بلکې حکومت کې به طالبان شریک کیږي او طالب به د حکومت یوه برخه وي. په دې کې به سیاسي نوم وي، دا مخالفین، دا حکومت کسان به وي، طالبان به وي، داسې به نه وي چې دا نظام به ټول طالبانو ته ورکول کیږي او بیا به موږ د 1990 هم کلونو ته ځو. خدای دې ونه کړي طالبان دلته د فاتح د موقف نه راضي کیږي نو بیا فاتح دلته حکومت سره نه یوځای کیږي، راضي د سر حکومت. په تیرو 13 کلو کې نه حکومت ته شکست ورک او نه ناټو نه امریکا ته او نه ناټو امریکا او حکومت طالبانو ته شکست ورک. جنگ ګټونکې نه لري او په جنگ کې ګټونکې نشته. په یوشتمه پیړۍ کې د جنگ دغه به ډیالوګ مذاکرات الله لري حل کیږي. طالبان خوشبختانه حاضر شو خبرو ته او دا د حاضر دي چې له حکومت سره خدای دې وکړي چې کینی په مارچ میاشت کې. زه فکر کوم دا ښه دغه دي که موږ اوس نه شکونه او دغسې الفاظ کارو زه باور لرم چې دا د سولې خبرې خرابوي. آقای نوري خو بحثی که پس از اینکه طالبان میان یا د حکومت سهم میگیرن یا نتیجه میته گفتگوهای صلح چی میشه در افغانستان، هیچ کس سر از این موضوع صحبت نمیکنه. در نشست هایی که میان آمریکا و طالبان صورت میگیره دیدگاه آقای غازی خیل هم این گونه است که طالبان دیگه طالبای گذشته نیست، اونها حکومت اسلامی که داشتن نمیخوان اون گونه حکومت داشته باشن. متاسفانه مؤلفه تشکل طالبان را اون ویژگی های بنیادگرایانه‌شان شکل میده. گروه های بنیادگرا چند ویژگی دارن. ویژگی اولشان
استفاده از خشونت و ابزار خشن هست برای تطمیع خواستایشان. حتی امی آقای خلیزاد یک تاریخچه را بر بگردیم به ایران، وقتی که حکومت شاهی از بین میرفت و توافق صورت گرفت که بجای از این حکومت اسلامی جمهوری اسلامی شکل بگیره، آخرین مذاکره را آقای خلیزاد با ایرانی ها با آقای خمینی در فرانسه کرد. گپ آقای خلیزادی بود که مبادا شما با اگروی کرده بنیادگرایانه وارد جامعه ایران شوین و افرادی که مخالف شماست تارمار کنین. وعده از اونا بود که ما چنین اگروی کرده را نمی داشته باشیم. ولی بعد از 8 ماه بعد از حضور جمهوری اسلامی در اونجا و آمدن آقای خمینی، کشتار مخالفین حزب توده و دیگرها شروع شد و تا امروز مخالفینش یا زندانی میکنن یا میکشن. با طالبا هم این گونه یک تعریف دارن که پس از پیروزی هم اقسام گروه های بنیادگرا جز ویژگی حساسیشان استفاده از خشونت هست، سرکوب هست و در عین حال استفاده از اون دیدگاه اصالت الحذری در بررسی پدیده ها که همه چیز را ناجایز میدانن، مگر اینکه آیت و روایت در قرآن وجود داشته باشد. طبیعی است که ما خواهان یک حکومت اسلامی میانه رو هستیم. فقه عنیفی بحث اعتدال مطرح میکند، ولی آنچه که طالب ها میخواهند بحثی است که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود، حکومت منحل شود، حکومت حاکمیت از طریق شکل دیگه ممکن است اماراتی جاگزین شود، که خود از این وضعیت یک چیز را واضح می‌سازه که طالب می‌خواهد با چهره فاتح وارد جنگ شود، وارد قضیه افغانستان شود و حاکمیت را بگیرد. 18 سال مردم افغانستان قربانی داد تا مردم سالاری نهادی نشود. حق از طریق مردم داده شود و سرمنشه و منبع قدرت مردم باشد، که طالب چنین چیز را حتی غربگرایی و مخالفت با غرب و رویکرد غربمدارانه می داند. متاسفانه بیشتر اصالت بر اون رویکردهای سنتی دارد که در یک جامعه مدرن رویکرد سنتی منطق ندارد. غازی خیلی صاحب زواب متصدد طالبان و گفتنم عین نقصی دل که دی ایران اسلامی حکومت گفته دوی چوک نمانی بغیر لزان نه هیچ دسی نه ده. من چه ترکم زی معلومات لرو کم زی نه چه تحلیل کهو پا هیچ زی که دوی ندی ویلی چه دا حکومت دی منحل شی. فاسدترین خرابترین حکومت لنه حکومت نه بهتره ده، ولی دوی وای اردو دی منحل اجازه را که آقا خبری دوی بیرت آقا خبری دوی بیرت ترمیم کرلی وی ویلی چی ریفورم خود ریفورم. تو پدو څنګه باور کوي ریفورم ګوره باور خود دلته تضمین وجود لري او دلته موږ نظام لرو، دلته د افغانستان خلک دی، دلته د احزاب مشر دی، خلک له نوري دلته مثال ورکړه په ایران کې مداسه تضمین ورکړل شوی و د ایران د اسلامي حکومت د دې تضمین نتا سو خبره دا تضمین به څوک کوم هیوادونه کوي په اخر د چې دغه دواړه هیوادونو د امریکا تضمین به څوک کوي، د طالبانو تضمین به څوک. دلته لوی هیوادونه دي چې هغه په دې کې کیل دي، دلته به تضمین کوي. د سینه ده چې طالب راځي دلته به نظامي ځواک سره راځي، طالبانو کسان به په ملي اردو کې شاملېږي جنګیالي، او نور به دوی ته په اداراتو کې ونډه ورکول کېږي. اوس فکر وکړئ چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، بیا طالبان هغه کوم اعمال چې د افغانستان خلک ورته اندېښمن دي ویې کړه، بیا څوک مخه نیسي؟ نه، امریکایان ټول افغانستان دلته به بیسونه لري، دلته به بیسونه لري، او دوی دی خبره کړل د ډیره سرمایه گذاری کړي دا د سینه وزي چې د سیو تل دا خو د دوی د ماتې په معنا ده. بل مسله دا ده چې طالب خو نظامی ځواک نور بیا نه دی کنه چې په حکومت کې شامل شي، بیا خو د افغانستان ملي اردو ملي ځواکونه دي چې هغه به د طالب نه ساتنه کوي، زمانه به هم کوي، د تانه به هم کوي، د نظام نه به ساتنه کوي. حکومت کې به شریکیږي، حکومت په اساسي قانون کې به تغییر راځي، ریفورم به راځي په حکومت کې، او هغه به په حکومت کې څلور اداري ورته ورکول کېږي. ولې ښاغلی نوري وایي چې دوی د حکومت نه مني، دوی چې کله راشي د حکومت به منحلې څه به سره راځي پیلې؟ نه 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 نه، داسې خبره ځکه نه ده چې موږ خو داسې نه یو، دلته ملت دی، دلته خلکو قرباني ورکړې ده، دا حکومت چې انتخابېده خلکو رایه ورکړې دي، خلکو قرباني ورکړې. داسې خو نه ده چې دوی به راځي او د هر شی به ورته تسلیمېږي، لکه د مجاهدینو ته چې هر څه تسلیم شو او ګډ وډ یې کړه. داسې کار نه دی، موږ له هغې تجربې نه بېرته نه ګرځو. هغې ته دلته ځینې حکومتي کسانو دا خلک مخشوش کړي، ځینې کسانو د ښځو فعالینو نورو نورو چا، لکه دلته داسې کار نه کېږي. طالب چې راځي هغه به څلور وزارت او درې وزارت ورکول کېږي، سیاسي اپوزیسیونونو ته به ونډه ورکول او دی حکومتی خلکو ته به ونډه ورکول کیږي. شما از هانامه را مخشوش میکنین با همچوب گفته ها؟ خب ممکن نیست مردم اینجا قربانی داده به گفته آقای غازی خیلی که همه چیز را به دست طالبا بته، مثل که در گذشته به دست مجاهدین سپرده بودن. مردم افغانستان واقعا صبر بسیار عظیم دارد تا سخنگوهای طالبا را
در چورین یک بعض بعد از 18 سال کشتنشان تحمل میکنند. واقعا به صبر منظورتون چی هست؟ یعنی آقای قاضی خیل سخنگوی طالبان است؟ آقای قاضی خیل کلن سخنگوی طالبان را داره دقیقا، یعنی در این میز ششته داره از آدرس طالب بس میکنند. داره که از زمین امکانات دموکراتیکی که مردم افغانستان فراهم ساخته استفاده میکنند. میخواهم این را بگویم که متاسفانه طالب هو امو طالب است، تغییر نکرده. برای اولین گپش اردوی میلر دشمن خان و بحث سپوتاژ و از بین بردنش هم مطرح کرد. حکومت نامشروع ناتوان در عین حال امریکایی خان و بحث سپوتاژ هم مطرح کرد. یک ذهنیت در پشت ذهن طالب ها است که اونا به هیچ وجه به وزارت، به معینت، به ریاست قانع نیستن. اونا میخواین حاکمیت افغانستان را بگیرن و طبیعی است که حاکمیت افغانستان به دست 4 تا افغانستانی نمیفته، بلکه به دست 4 تا مزدور آیسای، مزدور مسکو، مزدور ایران و مزدور نمیدانم چین و ترکیه و امثال از اینا میفته. بزوجه دیگه مردم افغانستان که 18 سال قربانی داده اجازه میده که یک چنین حکومت حاکم شود؟ ببینین فشرده پاسخ بتین آقای. بله، ما میخوایم میره بگویم که متاسفانه مردم در طول سالیان متوادی متضرر بوده از سوی حکومت ها، از سوی نظام ها و از سوی گروه های مختلف. ولی امروز مردم امروزی با مردم دیروزی کلن متفاوت است. همونطور که نه به زور دیگرا گفت در گذشته که ما دوره مقاومت تجربه کردیم، امروز هم مطمئن هستم که نخواهد گفت. پس جنگ خاتمه پیدا نمیکنه در افغانستان؟ ما میخواهم این را بگویم که شما مثلا از پاکستان کامی طالب است، از تضمینش چگونه ما قناعت کنیم؟ از مسکوی که تضمین میگم، از مسکوی که تضمین حامی طالب است، تضمین از اون ما چگونه میتونیم بپذیریم؟ یا قطر که حامی تروریسم و اراس افغانی بوده است؟ قاضی خیل صاحب، تا سود طالبان رو نوایندگی کوی؟ خدا خود دوی شخصی نظر ده، از طالبان و افکار سر مخالفین ز پر دموکراسی عقیده لرم. طالب نن یو نظامی او سیاسی قوت ده، د دنیا سوپر طاقت تر سره کینی. امریکا د دنیا سوپر طاقت ده، یو دوی خاغلی په افغانستان کې اوسې ځان افغان نه بولی، ځان افغانستان نه بولی، دا د افغانستان سره خیانت ده. یو څوک چې د افغانستان له هوانه، د افغانستان له اوبو نه ګټه اخلي او هغه په خپل هویت باندې شرمیږي، نو تاسو قضاوت وکئ چې آیا هغه دلته د اوسېدو حق لري؟ بل طالب که تاسو منی که نه منی، هغه قوت ده امریکا نه نور سره کینی، دا د هغوی زور و چې ویښود او موږ دې ته خوشحاله یو. زه د افغانستان د ملي ګټو نه دفاع کوم چې په افغانستان کې جنگ نه غواړو. د افغانستان قضیه باید حل شي او طالب افغان دی، باید راشي په واقع شریک شي. خیلی فشرده آقای نوری، فرصت کاملا تمام است. راه من طبیعتا بازم میگم افغان نیستم. افغان کلمی است که برای قوم شریف پشتون ما در طول تاریخ اطلاق شده. شما میتونین به شکل اکادمیک برین مراجعه کنین کتاب محمود طرزی، سراج الاخبار، کتاب سید جمال الدین افغانی را که تتمل بیان فی تاریخ الافغان، یا ده ها که افغانستان تو منطقه که وزنه هواده چه قومی هویت نداری. من مطالعه کردم، محترم، من میفهم شما آگاهی نداره، آگاهی تاریخی نداره، آگاهی تاریخی تان تکمیل کنه. شما دارین خشونت میکنین، شما خشونت دارین میکنین، شما وقت تان تیر کردین، این بگذارین دیالوگ نکنین. گبه ما بزنم، شما همیشه دستور تاریخ از گلون مردم گرفتین. شرم از برتان. شرم. Thank you.